سلام، به برنامه گفتگوی هفته خوش اومدید. از این هفته ما این برنامه رو با یه فرمت جدیدی آغاز میکنیم، به این صورت که از یک مهمونی دعوت کردیم که اینجا تشریف بیارن، اول از همه با معرفی خودشون به ما یه سری اطلاعات میدن و بعداً با یه سری سوال و گفتگو ما به شما عزیزان یه سری اطلاعات میدیم که امیدواریم براتون مفید باشه. با ما باشید. مهمون این هفته ما آقای رضا هوشمند هستند که از طرف خودم و برنامه آریو تی وی بهتون خیلی خوش آمد میگم. لطف کردین تشریف آوردین. بدون هیچ مقدمه میخوام ازتون خواهش بکنم که خودتون رو بر ما معرفی کنید. آقای هوشمند، در ابتدا میخواستم سپاسگزاری کنم از دعوت شما و تلویزیون آریا. من رضا هوشمند هستم، بوده 20 و بوده ساله که توی ونکوور هستم. تو زمینه‌های تخصصیم بیشتر زمینه‌های حسابداری و مالیاتی و اینها اشتغال داشتم و کار میکردم و بیزنسم بوده. تو این زمینه حتی تدریسم داشتم توی دانشگاه و یک دوتا از کالج‌های ونکوور. در ادامه کاری که توی ایران هم تو همین حرفم بود. به موازات این هم تو زمینه‌های اجتماعی فعالیت داشتم، توی سازمان‌های مختلف اجتماعی ایرانی مثل اتحادیه ایرانیان، مثل انجمن ایرانیان بی سی و اقداماتی که تو این زمین داشتیم. و تو زمینه فرهنگی هم یه حدود نزدیک به 9 سال و خورده‌ای، نزدیک به 10 سال نشریه پیام رو داشتم و مسئولیت تو این زمینه داشتم. خب پس حسابی فعال بودید. من سوال اولمو با تخصصتون شروع می‌کنم که اون چیزی که بیزینس اصلی شما هستش. شما چی کار می‌کنید؟ ببینید، من تو زمینه‌های مالیاتی و حسابداری حدود 20 و خورده سال هست که توی ونکوور هم کار کردم توی زمینه، هم بیزنس خودم رو داشتم و مشغول سرویس دادن به حالا جامعه هستیم که عمدتاً جامعه ایرانی شاملش میشه. من و غیر از این که توی این زمینه تدریس و اینها هم توی هم دانشگاه کپیلانو هم یکی دو تا از کالج ها اینها داشتم و دارم. تو زمینه حسابداری منظورتون هست؟ تو زمینه حسابداری و مالیاتی. با. مالیاتی. با. خب پس اگر سوال های مالیاتی یا هر چیزی که داشتیم در خدمتتون هستم. چش میاد. به هر حال یه سری چالش هم تو این کار هستش دیگه، درسته؟ یه مقداری راجع به این چالش هم صحبت بکنیم بعد من برم تو قسمت بعدی. والا مثل هر حرفه دیگه ای، اگر خصوصا شخصی که مهاجرت میکنه تجربهش تو همین زمینه باشه، یکی از بزرگترین چالش ها ادابت کردن و اجاست کردن اون بک‌گراند گذشته با محیط جدید. خصوصا خودتون میدونید زمینه‌های حسابداری و مالیاتی بسیار بسیار نزدیک هستن به مسائل حقوقی و قانونی و قانون مالیات و قانون بانوار بیزنس و قانون شرکت ها. اینها تو این زمینه بزرگترین چلنج این هستش که آدم بتونه اون اطلاعات گذشتهش رو نه به صورت مانع بشه، چون یکی از موانع هم همین هست. خودتون میدونید وقتی آدم یادگیری اولیه توی زمینه‌ای داشته باشه، مانع یادگیری بعدیش میشه. فکر میکنه که میدونه. این خودش یه بخشش اوایل آدمو خیلی آزار میده، ولی در پیش رو به مرور آدم یاد میگیره که یه قسمتایی از گذشته به هر صورت جزء تجاربی است که کمک میکنه، اما یه قسمت‌هایی رو باید توی خودشو واگذار کنه به یافته‌های محیط جدید و بره و شروع کنه خودشو دوباره اجاست کردن با محیط جدید، خودشو ادوکیت کنه، آموزش ببینه با مسائل جدید و قوانین جدید و اینا. به عنوان یه شخصی که تازه وارد این کشور میشه، خب ما همه میدونیم مسائل مالی و مالیاتی یه جنبه خیلی جدیدی داره و همه اینا یه ترسایی دارن که چون ناشناخته است براشون. اگر بخواین که یه پیشنهادی یا یه چیزی به کسایی که یا در واقع یه تیپی به اونایی که تازه اومدن ببینن چه جوری خودشون رو در این مورد در واقع ادوکیتد بکنن، یه جمله یه چیز کوچیکی بخواین بگین چی هستش؟ ولی به نظر من اینجا خوبیش این هستش که منابع اطلاعاتی وسیعی از طریق ادارات مختلف، از طریق مثلا مؤسساتی مثل ساکسس، مثل فرض بفرمایید نورشور مالتی کالچرال، مؤسسات اینجوری هست که کمک میکنن. من خودم تقریبا سالی 4 تا 5 تا ورکشاپ
مختص نیوکامرا فقط دارم، خیلی دیگه هم این کارو میکنن با زبونهای مختلف و اینها. اینا سورسای خوبی است برای گرفتن اطلاعات، نه فقط تو این زمینه، تو همه زمینه ها یه همچین مؤسساتی خیلی خیلی خوب کمک میکنن که قول معروف آموزش بدن به بحث تفاوت‌های محیط، تفاوت‌های حقوقی و اینها. اشاره کردین به یه قسمت دیگه از فعالیتاتون که فرهنگی و اجتماعی هستش، یه مقداری در اون زمینه برام توضیح میدین که بیشتر بدونیم در موردش. من حالا تو زمینه‌های اجتماعیش شاید حدود از حدود شاید نزدیک به 10-11 سال گذشته با هم اتحادیه ایرانیان که مجری جشنای ایرانی هست توی سطح شهر، خودتون میدونید سال هاست دارن این کارو میکنن، و یا مؤسسه و یا انجمنهای دیگه ایرانی که با اونها همکاری میکردم بودن، مثل انجمن ایرانیان بیسی که اونم من عضو هیئت مدیرش بودم برای حدود 3-4 سال، و اونها هم توی این زمینه ها هم ورکشاپ هایی داشتن، هم مثلا موضوعات اجتماعی بود، آموزش اجتماعی توی این زمینه بود، هم توی بزنگاه هایی مثل مثلا انتخابات و اینها جلسات آل کندید میتینگ داشتن. از اتحادیه ایرانیان مثلا یادم هست که به پیشنهاد خود تعدادی از دوستان یه اتاق فکری درست شد متشکل از 5-6 نفر از فعالین اجتماعی و فرهنگی و اینها بودن، که منم افتخار داشتم یکی از اعضاش باشم، که کار ما روی این زمینه بود که چرا جامعه ایرانی اینجا توی کانادا درگیر مسائل انتخابات، درگیر مسائل اجتماعی کمتر هست و اینها. درسته. اشاره کردین به مسئله انتخابات که الان خب جریان روزه، و با توجه به اون بک‌گراند خودتون از نظر امور مالی اقتصادی و اینکه توی مسائل اجتماعی هم درگیر هستین، یه مقدار راجع به انتخابات و اینکه فکر میکنید مردم چی باید بدونن که بیشتر بخوان یه قسمتی از این جامعه باشن برامون توضیح بدین، که من به دنبالش یه سوال دیگه هم دارم ولی اول شما بفرمایید. حتما چشم. سوالاتون خیلی سخت شد. نمیشه شوخی کردم. مرسد. من والا بیشتر این توضیح رو بحث انتخابات، واقعیتش مشارکت ماها تو همه زمینه ها از اون زمینه های خیلی ابتداییش لازمه، چون نقش داریم، شاید خودمون واقعا به اون نقشمون واقف نباشیم. درسته. بهترین نمونش یکی از اون همون تو کار اتاق فکری که ما داشتیم، یکی از بزرگترین معضلاتمون که حتی یکی دو تا کار آموزشی و ورکشاپ آموزشی هم داشتیم این بود که جامعه ایرانی متاسفانه توی آمار شرکت نمیکنه. وقتی بله. تو آمار شرکت نمیکنید، شما به مثلا فیلد تخصصی خود شما اشاره کنم، آموزش و پرورش، آموزش و پرورش نمیدونه که مثلا تو فلان ایریا مثلا آموزش و پرورش چند تا خانواده فارسی زبون هست. بله. و به همین دلیل کمک نمیتونه بکنه به فرزندتون. بعضی از خانواده های ایرانی، حالا از اون فیلد حسابداری من دارم کمک میگیرم، برای اینکه فرزندشون توی یه مدرسه خاص باشه میان میلیون ها دلار وام رو به جون میخرن و عمر خودشون و خانوادهشون رو پیش فروش میکنن برای اینکه فقط فرزندشون توی یه مدرسه خاص باشه. درسته. مثلا توی فلان مدرسه خاص توی پورت مودی یا توی وست ونکوور یا توی نورت ونکوور باشه، ولی شرکت نمیکنن توی جلسات مثلا انجمن اولیا و مربیان به قول خودمون که بود. بله. یا مثلا تو خیلی از این زمینه ها نمیاد. بعد توی آمار که شرکت نمی کنن، اصلا آموزش پرورش نمیدونه که توی این مدرسه باید مثلا تعداد زیادی نیوکامر ایرانی هست، حتما باید چند تا معلم یا چند تا به کادر آموزشی چند نفر معلم های تربیتی و آموزشی فارسی زبون استخدام کنه که کمک کنه به اینها. این یعنی به نظر من از اون ور ما از نظر مالی این همه فشار رو خودمون میگیریم، ولی از نظر اجتماعی حاضر نیستیم یه قدمی که آنچنان از نظر مالی باری هم نداره رو دوش خانواده رو مثلا چیز داشته باشیم. این به مسئله انتخابات هم پل میزنه. تو مسئله انتخابات جامعه ایرانی زیاد دیده نمیشه، و در صورتی که بسیار نقش داره. سال 2004، این رو من نمیگم، به تایید تمام احزاب کانادا 2004 توی نورشور، هم رایدینگ نورت ونکوور هم رایدینگ وست ونکوور، بعد از 36 سال ما تغییر چیز داشتیم، تغییر سیت داشتیم، یعنی اون سیت و اون کرسی متعلق به نورت ونکوور از حزب کانزرواتیو که 36 سال اون رو در اختیار داشت به حزب لیبرال منتقل شد.
همینجور توی وست ونکوور. توی تحلیل احزاب برای این موضوع یکیش اشاره شد که یکی از عاملا جامعه ایرانی بود. خب درسته. اگر ما میتونیم یه همچین نقشی داشته باشیم که همین امروز من توی ونکوور سان میخوندم که 10 تا از رایدینگ‌های مهمی که تو همین انتخابات 19 اکتبر نقش مهم میتونه توی انتخاب نخست وزیر کانادا داشته باشه، چون میدونید ما سیستم انتخاباتی تو کانادا سیستم سیت بیس هست، یعنی که مثلا فرض بفرمایید توی کوکیتلام اگر یه ایریایی به فراخور اون جمعیتش یه دونه کرسی بهشون اختصاص داده شده، هر کسی که برنده اون کرسی باشه اون حزب اون کرسی رو میبره و این نماینده میره تو اون مجلس، توی پارلمان میشینه. کسی که بیشترین میزان کرسی رو داشته باشه دولت رو تشکیل میده. پس بنابراین یکی از کرسی ها بعضی وقتا ممکنه بسیار نقش بازی کنه، حتی تو انتخاب نخست وزیر کانادا. توی اشاره‌ای که ونکوورسان امروز کرده بود، دو تا کرسی وست ونکوور به خصوص و نورت ونکوور رو اشاره کرده بود که اینها یکی از 10 تا کرسی های مهمی هستند که ممکنه نخست وزیر کانادا هم انتخابش به اینها ربط داشته باشه. ممنون از اطلاعاتتون. من دو تا چیز رو متوجه شدم. یکی این که اکثر اونایی که شرکت نمی کنن توی انتخابات نمی دونن راجع به احزاب، اصلا نمی دونن که چه حزبی هست، کدومش بهتره، و یا اینکه فکر میکنن حتما باید به اینا اطلاع داده بشه که برن و رأی بدن. حالا شما پیشنهادتون برای بینندگان ما چی هستش که چی کار بکنن بتونن این اطلاعاتو بگیرن و از کجا دریافت بکنن این اطلاعاتو؟ خوشبختانه تمام این احزاب سایت‌های به قول معروف خیلی مشخصی دارن، وبسایت‌هاشون میشه مراجعه کرد، وبسایت الیکشن کانادا هست، اطلاعات بسیار زیادی میشه گرفت. بعد حتی فعالینی هستن توی سطح جامعه ایرانی که مخصوص این کار دارن کار میکنن. یکی از این گروه‌هایی که تو این زمینه فعال هست گروه سیویک ایرانیان هست، سیویک سوسایتی، که از دل همون اتاق فکر در اومد این گروه. درست. و اونها هم توی به قول معروف فعال هستن، هم آلکندید میتین در گذشته داشتن که یه مثلا توی وست ونکوور یا نورث ونکوور یا هر دوتا کاندیداها رو دعوت میکنن با مترجم فارسی زبون. درسته. و جامعه ایرانی هم میاد سوالاتشون پرسه، چون باید بیاد این چالنجا رو بکنه، این سوالاش رو بپرسه، بگه حق منو مثلا چه چیزایی رو خواسته های من اون مطالباتش رو مطرح کنه که احزاب بدونن که حالا حتی تو مقطع انتخابات یه قولایی میدن ولی بعدن تا 4 سال بعد مردم مانیتور میکنن میبینن این قولا آیا عمل شده یا نشده. بنابراین اینها هست که اگر با راهنمایی و فرصتهایی که قرار تلویزیون آریا به ما بده قرار هستش که تو زمینه های این مسئله انتخابات به خصوص با کمک یه سری از کسانی که فعال اجتماعی هستن توی از احزاب مختلف دعوت کنیم بیان اینجا نظراتشون رو بدن و یا گروه هایی رو که فعال هستن توی زمینه و کار آموزشی میکنن، نه اینکه سایت بگیریم بگیم به کدوم حزب رأی بدید به کدوم حزب رأی ندید. کار رسانه ای این نیست، کار رسانه ای نیستش که نقد همه اینها رو بگه، خوبیاشونو بگه، بدیاشونو بگه. جامعه ایرانی حالا به فراخور منافع و اون حوزه انتخابی که داره شرکت میکنه خودش تشخیص میده به خوبی که مثلا کجا شرکت کنه و از کدومون حمایت کنه. ممنونم. خواهش. من به عنوان کسی که میخوام رأی بدم میدونم باید اول سیتیزن کانادا باشم، بعد حتما کسایی که رأی میدم باید بالای 18 سال باشن، ولی اگه من ندونم کجا باید، برای من نامه نیومده. معمولا به من میگن یه نامه برای من میاد که بعد شما بدین رأی بدین. اگر این نامه نیومده باشه من هنوزم میتونم رأی بدم؟ بله بله، اتفاقا خوب اشاره کردید، چون اون یکی شغل حرفه تخصصی منم تو این زمینه یه فصل مشترکی داره، تمام افرادی که تکسش رو پر میکنن. درسته. توی صفحه اول مالیاتی یکی از سوالایی هست، یکی از سوالایی که پرسیده میشه این هستش که آیا شما رضایت دارید که اطلاعاتتون برای اداره انتخابات و الیکشن کانادا ارسال بشه، یعنی اطلاعاتتون مثل اسمتون، آدرستون، اینها. نه. و خیلی هم محرمانه نزد اداره انتخابات خواهد موند، فقط برای اینکه اسم شما اضافه بشه و بتونن بعدها شما جزء رجیستر ووترا باشید، کسایی که ثبت نام شده و میشناسنتون وقتی میرید به حوزه انتخابی دفعه اول نپرسن از شما که حالا کجا هستید و اینها. اما اگر شخص پا
پاسپورت کانادایی داشته باشه یا کارت سیتیزنشیپ داشته باشه و یکی از صورت حسابای مثل تلفن یا آب و برق و اینهاشون رو، برق، هایدرو، اینها رو داشته باشه همراه خودش و بره مراجعه کنه و نشون بده که بیش از مثلا حدود 3-4 ماه 5 ماه توی اون حوزه انتخابی داره زندگی میکنه و سیتیزن کانادا هم هست به دلیل داشتن پاسپورت یا به دلیل داشتن کارت سیتیزنشیپ و یه صورت حساب که نشون بده که ایشون کجا داره زندگی میکنه. اینها حتما میان و اگر حتی اسمش توی اون ثبت نام شده های انتخابات نباشه میان مراجعه میکنن و ایشون رو اضافه میکنن و اسم شخص میتونه بره رأی بده. من خودم دفعه اولی که خواستم رأی بدم توی انتخابات دچار همین مشکل شده بودم چون اسمم نبود و به همین دلیل اوایل کار وقتی کسانی که میان من اکثرا ازشون اجازه میگیرم که اجازه میدید این رو بزنم یس که اسم شما بره توی اداره انتخابات و رجیستر بشید از اون طریق که بدون اداره انتخابات یه همچین شخصی هم در همچین آدرسی توی همچین حوزه انتخابی هستش. خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون. ما حتما تو هفته های آینده مجددا راجع به این موضوع صحبت میکنیم چون میدونم بینندگان عزیز ما خیلی در این مورد سوال دارن. یه قسمت دیگه ای که من فقط کوچیک میخوام راجع به اقتصاد اینجا بدونم چون الان ربطش میخوام بدم به موضوع انتخابات و جزء قسمت آخر سوالم این هستش که نقش انتخابات و اقتصادی که این دوتا که با هم میتونن مخلوط بشن چه تأثیری میتونه داشته باشه برای همه از جمله ایرانی ها. بله خیلی ممنون. بسیار 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 سوال به موقع و سوال روز جامعه کانادایی هم هست. همین مناظره انتخاباتی که 2 روز پیش برگزار شد توی CBC اگر دوستان توجه کرده باشن، همه دوستان، تمام رهبرای 3 حزب مهم توی کلگری بود و موضوعش هم موضوع اقتصاد بود. و بعد جلساتی هم که CBC پخش میکرد و مقال معروف نقد میکرد هر کدوم از این برنامه. این یکی از مهمترین مسائل هست. یکی از مهمترین اتفاقایی که توی این مناظره های مناظره قبلی و این مناظره خیلی عیان شد بحثی بود که یه عده‌ای معتقد بودن که کانادا از نظر اقتصادی توی دوران رکود هست و ریسیشن رو ما روبرو هستیم. از طریق مقامات دولتی این قضیه یه مقداری مورد قبول واقع نمی‌شد و دلیلش هم خیلی روشن بود. تعریف اقتصادی و روش محاسبه رکود این است که GDP یا Gross Domestic Product و ارزش محصولات داخلی کانادا توی دوره مثلا چند ماهه، تو دوره 3 ماهه، اگر تو 2 تا دوره 3 ماهه مشخص به نسبت دوره‌های مشابهش افت داشته باشه و کمتر بشه نشان از این است که ما توی ریسیشن هستیم. عملا وقتی این رو به اداره آمار استاتیستیک کانادا و اداره آمار کانادا مراجعه میکنیم بخشن ما شاید 1-2 سال توی یه زمینه های یه بخشایی از اقتصاد دچار رکود هستند، مثل ریتیل، مثل اوتو اینداستری، مثل صنایع ماشین سازی و اینها که میبینید چقدر دیلای خیلی خوب میدن این روزا و اینها به دلیل این هستش که توی رکود هستن. اما اون سرمایه گذاری خارجی گسترده‌ای که با توجه به کاهش ارزش برابری دلار کانادا در مقابل دلارهای ثابتی مثل دلار امریکا به وجود اومد و از دلار 1-1 که وجود داشت حدود 20% کاهش ارزش پیدا کرد دلار کانادا، خود این جاذبه زیادی برای سرمایه گذاران بین‌المللی پیدا شد که بیان و توی کانادا سرمایه گذاری کنند و ونکوور یکی از این به قول معروف نقاطی هستش که خیلی داغ بازارش از این بابت و خب خیلی هم خوب بود از این بابت که این رو به اقتصاد کمک کرد. منتها همون همزمان با اون بانک کانادا اومد نرخ بهره رو هم یه حدود 25.5% کاهش داد. درسته. که این کاهش باعث شد که باعث شتاب مضاعف این قضیه شد. این قضیه باعث شد که بخش مسکن و ساخت و ساز آنچنان سرمایه گذاری عمده و نرخ بازگشت عمده ای نشون بده که اون GDP این بخش کاور میکرد و پوشش میداد بخشایی رو که توی
آلردی چندین وقت بود توی رکود بودن و این مجموعه اینا رکود رو نشون نمیداد، اما این پنهان میکرد به این شیوه مثلا یه خطای آماری صورت میگرفت که یه بخشی آنچنان سود نشون میده که همه یه بخشای دیگر رو تحت شعاع قرار میده، ولی این در کل نشون نمیداد که ما دچار رکود هستیم. این بار توی مناظره قبلی آقای هارپر این رو به صراحت پذیرفت که ما توی رکود هستیم و وارد رکود شدیم، اما بخشن و با اما و اگرهایی تو هم. این خودش یه نوع به قول معروف نقطه قابل تأملی است که آیا بخشای ساخت و ساز و مسکن همچنان میتونن به همین شیوه تا آخر ادامه بدن و این رو پوشش بدن، آیا ولی از سوی دیگه ونکوور یکی از نقاط خیلی مورد توجه و مورد نظر اینوستورهای خارجی هست، همه به این مارکت توجه دارن، اما اینی که یه بخشی از اقتصاد با یه بخشای دیگه‌اش توی تعادل و توی بالانس نیست، این یکی از نقاطی است که به نظر من مورد توجه باید قرار بگیره و این رو هر شخصی باید بدونه توی سرمایه‌گذاری مهمی که تو زندگی داره. خیلی ممنون از اطلاعاتتون، واقعا خیلی جالب و جامع بود. تقریبا میتونم بگم به آخر برنامه رسیدیم، ولی قبل از اینکه برنامه رو تمام بکنیم خواستم ببینم چیز خاصی هستش که ممکنه من تو سوالام جا انداخته باشم یا بخوایم بگیم، که البته همچی که گفتم ما مجددا برمیگردیم و هنوز خیلی سوال داریم و بعد از شما واقعا یاد بگیریم، ولی به هر حال به عنوان یه چیز مقدماتی که شروع کردیم اگر چیزی هستش که بخوایم بگین برای بینندگان ما، من ممنون میشم ازتون. خواهش میکنم. نه صحبت خاصی نیست، من بیشتر واقعا بیشترین پوینت هم این هستش که خانواده هایی که این بحث مهاجرت رو از این هفت خان رستم دولت کننده گذشتن و شرایط زندگی زن بچه دارایی هاشون رو همه رو یعنی به نوعی دچار این ریسک کردن که مهاجرت یه مسئله کوچیکی نیست تو زندگی و اومدن این ور دنیا، واقعیتش این هستش که اگر درگیر مسائل روزهای اول زندگی و مهاجرت، سالهای اول مهاجرت، طبیعی است که شخص نمیتونه به اینجور مسائل زیاد توجه کنه، بیشتر دچار گوشت و نون و اجاره و نمیدونم مورگیج و اینجور چیز هست، ولی و اینکه کار کجا شروع کنه، کارش رو پیدا کنه، شغلش چی میشه، حرفش چی میشه، از کجا درآمدش چی میشه، اینها. و یا اگر حتی وضع مالیش از یه تمول نسبی برخوردار باشه، همش نیم نگاهش به این هستش که نرخ برابری ریال با دلار چی میشه، من چقدر باید روز دوباره از جیب خرج کنم، چی کار باید بکنم و امثال اینها. ولی به مرور که این زمان میگذره شخص به این میرسه که خب حالا بچه هم اینجا دارن بزرگ میشن. من بیشتر توصیه هم این استش که از توی خانواده هایی که دیدم، چه از روی زمینه های فعالیت های اجتماعی، چه از روی مسائل تخصصی و حرفه ایم، خانواده های موفق ترن که از اول پدر و مادر به بچه ها این احساس رو بدن که آقا اینجا میهن دوممونه، روش محکم حرکت کنید، احساس تعلق خاطر بکنید، درش مشارکت کنید. منتها بچه ها از یه سنی به بعد دیگه حرف پدر مادر رو گوش نمیدن، رفتارشون رو گوش میدن، رفتارشون رو فالو میکنن. اگر توی پدر مادر این تبلور نداشته باشه، این محکم حرکت کردن و تعلق خاطر، توی بچه ها هم هزاری هم شما بگید خب اونچنان گوش نمیدن، خودتون بهتر میدونید. درسته. خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم. که تو برنامه ما شرکت کردین. ممنون از شما که بر ما وقت گذاشتین و به برنامه ما توجه کردین. به امید دیدارتون برای هفته آینده. روز و روزگارتون خوش.